سرنوشت فرزندان رضا شاه پهلوی مانند یکدیگر نبود. برخی به خارج گریختند، برخی کشته شدند و برخی دیگر نیز در گمراهی به سر بردند. یکی از جنجالی ترین ازدواج های خاندان پهلوی مربوط به ماجرای ازدواج دختر رضا شاه با جوان آمریکایی بود که در نهایت نیز به متارکه انجامید. سلام دوستان، به کانال داستان‌های ایران خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگه هنوز عضو این کانال نشدید با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. دو سال بعد از اون که در سال 1327 فاطمه پهلوی، کوچکترین دختر رضا شاه پهلوی، به درخواست ازدواج نخست وزیر هجیر پاسخ منفی داد، با جوان 27 ساله آمریکایی آشنا شد که در نهایت با وجود مخالفت‌ها و جنجال‌ها به ازدواج آن دو ختم شد. فاطمه پهلوی دهمین فرزند رضا شاه پهلوی و همچنین چهارمین فرزند عصمت الملوک دولت شاهی بود. فاطمه کوچکترین فرزند رضا پهلوی در 8 آبان 1307 در تهران متولد شد. مادرش عصمت الملوک دولت شاهی دختر مجلل الدوله از نوادگان فتحعلی شاهی قاجار بود. در اوایل زندگی برخلاف دیگر اعضای خانواده رضا شاه بسیار لوس و نونور و کله شق بود. رضا شاه و عصمت الملوک دولت شاهی علاوه بر فاطمه 4 پسر دیگر به نامهای عبدالرضا، احمد رضا، محمود رضا و علی رضا داشتند. فاطمه تحصیلات متوسطش رو نیمه تمام گذاشت و سپس در بیروت، اروپا و آمریکا ادامه تحصیل داد. در زمان رضا شاه دربار ایران طرحی برای ازدواج فاطمه با خسرو خان قشقایی در دست داشت که با شکست مواجه شد. بعد از مرگ پدرش ابتدا در مرداد 1327 با یک روزنامه نگار آمریکایی ازدواج کرد و از او صاحب 1 دختر و 2 پسر شد. این ازدواج موجب اعتراضاتی در ایران شد، چرا که ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع و ازدواج زن ایرانی با تبعی سایر کشورها نیاز به کسب اجازه قبلی از دولت ایران داشت. نادیده گرفتن این دو مورد موجب شد تا فاطمه پهلوی از امتیازات خودش محروم بشه. به دنبال اعلام خبر این ازدواج نامتعارف که قرار بود در سفارت ایران در پاریس انجام بشه، اعتراضات جراید و افکار عمومی بالا گرفت و دربار به شدت برای محروم کردن فاطمه از حقوق خانوادگی سلطنتی تحت فشار قرار گرفت. بعد از درگذشت رضا شاه، فاطمه ابتدا در مرداد 1327 با یک روزنامه نگار آمریکایی به نام وینسنت لیهیلیر ازدواج کرد و از او صاحب 1 دختر به نام رعنا و 2 پسر به نامهای کیوان و داریوش پهلوی هیلیر شد. این ازدواج موجب اعتراضاتی در ایران شد. نادیده گرفتن این دو مورد باعث شد تا فاطمه پهلوی از امتیازات خودش محروم بشه. با وجود اون که هیلیر مسلمان شد و نام خودش رو علی گذاشت، ولی ورود به ایران میتونست موجب دستگیری و محاکمه فاطمه پهلوی بشه. از سوی دیگر دربار نیز نسبت به این ازدواج روی خوشی نشون نداد، چرا که فاطمه پهلوی جشن ازدواج خودش با هیلیر رو در پاریس و درست در روزی برگزار کرد که دربار ایران به مناسبت خاکسپاری رضا شاه عزای عمومی اعلام کرده بود. برخلاف تمایل سپهبد رزم‌آرا که از مطبوعات خارجی می‌خواست که اخبار مربوط به تشییع جنازه و عزاداری برای رضا شاه رو پوشش بدند، اخبار این ازدواج و همزمانی اون با عزاداری به صورت بسیار پر سر و صدا انعکاس یافت. انعکاس این اخبار مطبوعاتی در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران صورت گرفت و موجب شد که موضع شاه تضعیف بشه. سرانجام دربار در سال 1332 به فاطمه پهلوی و علی هیلیر اجازه بازگشت به کشور رو داد و علی‌رغم پیش‌بینی‌ها آن دو مورد استقبال قرار گرفتند. در مرداد 1338 فاطمه از شوهر آمریکاییش طلاق گرفت و در آبان همان سال با سپهبد محمد خاتمی ازدواج کرد. محمد خاتمی هم در سال 1354 در حال کایت سواری در حوالی سد دز با کوه برخورد کرد و کشته شد. فاطمه پهلوی از جمله اعضای خاندان پهلوی بود که به فعالیت‌های اقتصادی روی آورد و یکی از سهامداران اصلی شرکت CRC بود که در سال 43 باشگاه پرسپولیس رو راه اندازی کرد. اندکی پیش از انقلاب او روانه خارج از کشور شد.
مدتی ساکن پاریس بود و سپس به لندن رفت و در سال 1366 در همانجا درگذشت. وی کاخهای متعددی در تهران و شمال ایران داشت. عصمت الملوک دولتشاهی، مادر فاطمه، بعدها در مورد اختلافات این زوج جنجالی گفته متاسفانه هیلیر فردی دیوانه و عصبی بود و فاطمه رو بسیار اذیت میکرد. رفتار وی بر اثر افراد در خوردن شراب تحمل ناپذیر شده بود و در سال آخر ضمن برخورد و مناقشه شدید با فاطمه نوزادشان را به هوا پرتاب کرد که منجر به کشته شدن کودک شد. بعد از این مسئله و همچنین ضرب و شتم فاطمه، دربار به او فشار آورد که فاطمه را طلاق بده. به روایت تاریخ هیلیر بدون طلاق دادن فاطمه ایران رو ترک کرد و به کشورش برگشت. فاطمه نیز چند ماه بعد از جدایی با ارتش بود خاتمی ازدواج کرد. تصاویری که می‌بینید مربوط به ازدواج شاه دخت پهلوی با هیلیر آمریکایی است. در سال 1327 شایعه خواستگاری هجیر نخست وزیر از وی در جرائد به چاپ رسید که مورد قبول فاطمه و دربار قرار نگرفت. با حمله متفقین به ایران و تبعید رضا شاه، فاطمه پهلوی نیز همراه برادران و مادرش به جزیره موریس رفت. او در زمان تبعید رضا شاه همراه با مادرش به مدت 7 ماه در جزیره موریس اقامت داشت. ولی بر اثر اصرار و خواهش‌های مادرش، رضا خان به وی اجازه داد به همراه مادرش به ایران برگردد. بعد از برگشت از جزیره موریس، 3 سالی درس خوند و از تهران عازم لبنان شد تا دوره دانشگاه را اونجا بگذرونه. ولی هنوز 4 ماهی از اقامتش در بیروت نگذشته بود که با شنیدن خبر درگذشت پدرش خودش رو به تهران رسوند و چون برادرانش عبدالرضا و محمود رضا قصد مسافرت به آمریکا رو داشتند، اون نیز همراهشون به آمریکا رفت. در آمریکا در یکی از دبیرستان‌های واشنگتن به مدت 2 سال تحصیل کرد و زبان انگلیسی رو به خوبی فرا گرفت. فاطمه علاوه بر ارثی که از پدرش رضا شاه برده بود، از شوهرش ارتش بود خاتمی نیز دارایی هنگفتی رو به ارث برد. ارتش بود خاتم از کمیسیون‌هایی که از شرکت‌های خارجی برای خرید سلاح‌های نظامی می‌گرفت، شخص ثروتمند و با قدرتی شده بود. محمد رضا پهلوی بعد از مرگ وی، ثروت اون رو در حدود 100 میلیون دلار برآورد کرده بود که همه اینها به فاطمه رسیده بود. فاطمه پهلوی مالک شرکت سهامی خاص تهیه و تولید پنبه آریان در گرگان با 5 میلیون ریال سرمایه بود. او و فرزندانش سهامدار عمده شرکت‌های صنایع روغن نباتی شکوفه آریا، شرکت CRC، ساختمان بولینگ، شرکت ساختمانی نشیران هم بودند. در تحقیقات کمیسیون صنایع آمریکا اومده بود در سال 1962 مبلغ 2 میلیون دلار از درآمدهای نفتی و کمک‌های آمریکا به حساب فاطمه پهلوی ریخته شده بود. اسدالله علم در خاطرات خود به تخریب خانه فاطمه در نوشهر برای ساخت قصر جدید سلطنتی اشاره کرده بود. قبل از انقلاب فاطمه به همراه فرزندانش از کشور خارج شد و مقیم فرانسه شد. او کمتر با خواهر و برادرانش در ارتباط بود، زیرا می ترسید امثال غلامرضا به ثروت او طمع کنند و تقاضای پول کنند. اندکی بیش از انقلاب اسلامی ساختمان بولینگ عبد آتش گرفت و حق بیمه اون به فاطمه پهلوی پرداخت گردید و او روانه خارج از کشور شد. بسیاری معتقدند که این آتش سوزی عمدی و توسط عوامل فاطمه پهلوی رخ داد. فاطمه پهلوی یکی از نخستین بانوان خلبان ایرانی بود. او در سال 63 در 58 سالگی در لندن درگذشت.